حساب مثلا بهتر هذا شيء ايجاد. بارز سلام خدمت شما دوستای عزیز، امیدوار هستم که جور و صحتمند باشید. دوستای عزیز خوش آمدید در یک برنامه نوی از ما، و امروز خوشبختانه همراه مصطفی آشنا شدیم و از نزدیک خواستیم که امروز زیاد گپ دهیم. و موری مسعود مصطفی جان پرسان میکنم که در رابطه با آهنگایشی و رابطه با برنامه هایشی و چی برنامه هایی روی دست داره و چی کارهایی روی دست داره. در قدم اول مصطفی جان سلام و سلام خوش آمدید که امروز شما از نزدیک آشنا شدیم. جور و صحتمند باشین برادر بزرگوار ما آقای نجفی. من هم به نوبت خود سلام و احترام خوده به یک آیکی بیننده هایتان، همه قسم دوستایتان، خانواده عزیز شما تقدیم مانم. بلده کلگه شما آرزو مانم که جور باشید، در یک فضای مملو از خوشی زندگی کنین. گرچند با شما آشنا شدیم در داودمال مدت یک ماه پیش و همو فرصت نبود که دوباره یک دیگر از نزدیک ببینیم. چی خوب است و چی یک وقتی عالی است که شما در بروری تشریف آوردین و از نزدیک یک دیگر را میبینیم. خوش آمدین در این کلبه فقیرانه من. بسیار خوش آمدین. بسیار خوشحال شدم که وقت گرامی های خیره. خواهش منم. شما بلده از من عزیز هستین، من بلده از شما هستم و در خدمت از شما هستم. باور کنین از هر جای، از هر گوشه و کنار جهان که برای از من پیام میدین و بلده از من دقیقا مرا پرسان مونن، ما در زودترین فرصت جوابای از وارو میدیم. و بلده از من عزیز هستین، بازم با این خوشم دین و خیلی خوشحال هستم با شما. مصطفی جان اولی در قدم اول یک سوال نم که چی باعث شد و چی انگیزه شد چون رو آوردین در حالات موسیقی و حالات دنبوره؟ ولی بسیار مسئله دور و دراز داره، اما ما میخواییم خلص برای خودشون بگم. من در پایان 2017 قرار داشتم که متاسفانه یک مشکلی فامیلی برای من به وجود آمده بود که من یعنی از خانومی عزیز خود جدا شدم و از بچه های خود، از فرزندهای خود جدا شدم و دیگه قرار بود که من یک سمتی دیگه برم، چون جدایی از اینا بدم سخت بود و قابل تحمل نبود. و همین دنبوره بود که من تقریبا امرای ازمی آرام شدم و پس دوباره تانستم که به زندگی خود ادامه بدم و حالی خیلی خوش و خوشحال هستم. و یک کمک مشکلات ها بود، دلیلش فقط همین بود که من به افسردگی. بس یه دمره اگر برای شما فرشته یه نجات. دقیقا بله. کی زیاد در خانه شما رو تشریخ میکرد و کی ها سرزنیش میکرد شما؟ معمولا من برادرهای بسیار بزرگ دارم که از خودم تر کلانتر است، متاسفانه یا خوشبختانه اونا تا این روز اگر محکوم نکردن، خود تشویق هیچ نکردن که تو یا بخوان یا نخوان. دیگه ما بودم و همین دنبوره بوده و همین مردم مثل شما بوده و خودیم بودم و خدایی. خب تشکر. اگه دنبوره اگه دهی اگر ای شاک هسته و زیر دهی پرچم هسته اگر کدام دقیقا قربان احساساتی از شما. شما بسیار یک احساس خوب دارین. دقیقا در جایی که ما زندگی مونی اکنون شهر کویته بلوچستان است و یک آهنگی که من در حدود تقریبا هفته یا دو هفته پیش نوشته کرده بودم، گرچند من خود در سطح شاعر یا در سطح کسی نمیگرم که اونا آهنگ بسرایه و او رو بخونه، بازم من کوچیک از شما، کوچیک هنرمندا مخصوصا شاعرها هستم. یک آهنگی که یا تقریبا یک چند نانه شعری که دو بیتی و چهار بیتی که من در وصف دسپی عزت الله عزیز افتخار مردمی هزاره در شهر کویته نوشته کرده بودم، گرچن از این پیش هم خواندم. اگر اجازه شون باشد امورا بلده شم یک کوتا میخوانم. چطور؟ بسیار خوب. و افتخار منم گرچن عزت الله دسپی عزت الله با ما خودم ارتباط نداره، یا خودم دوستیم نیست، یا خودم از اون خانوادیم نیست. ای که یک بچه با احساس است، یک آدمی است که در این سطح امروز رسیده، زیرا بلده شخص خودم
قابل افتخار است. همو افتخار شد که من برای آقای دیسپی عزت الله یک چند دانه شعر نوشته کردم. با اجازه کلگی از خود تمر بخشش میخوانم، تقدیم کنم به شما. سلامت باشید. اینا اگر خود هم باید ما بخونید چطور میشه؟ اصل این هست که گرچن ما برای دختری کویتا، دختری جاغوری، دایکندی، کابل و حتی مزار و رزگان نقطه نقطه افغانستان شیر جور کردم و خواندم، باری که آقای عزت الله آمد دیسپی شد و این وقتی که ما این خبر شنیدم خیلی خوشحال شدم و گشن بعدی دختری کویت ما آهنگ خواندم که یک آهنگی که دهی بعدا شاید ویدیو شدیده باشین ما از کویت خاتون میگم و دهیگو معمولا ما دوست دارم مردمی خدا حالا فرق نمونه که او در کویت باشد یا در استرالیا دایکندی یا بامیان ما دوستشان دارم بنابراین به همون خاطر
من شیر برای ازنا نوشتم اونمو میخوانم و کسی که در بین ما مرز با وجود میاره که من فلانی هستم و تو فلانی هستی، فکر میکنم که این آدم ها نیاز به دکتر داره و نیاز به تحقیقات داره که برای از بیگراون خود یک تحقیقات کنه که اینا بیگراون خودشان از کجاست. بنابراین ویدیو طولانی نشونه، تقدیم منم به تمام بچه های غیوری شهری کویته، همیشه اینا افتخار آورین بوده و ما به وجود زن و مرد اینا افتخار منم، از جمله دخترای زیبای شهری کویته که امروز در سطح دنیا در سطح آل پاکستان مشهور هستن و مردم چهره هایشان هم میشناسن و بی نهایت احترام داره. چی خوب که ما هم در وجود از شما افتخار کنیم، شخصا خودم در وجود یک یک از شما قهرمانایی که از طبقه اوناس باشین و از ذکور افتخار منم، برایشون دعا منم، جور و صحت مند باشین، هر جا هستین مثلی همیشه بدرخشین و برین در قله های بالا پا بگذارید. سلامت باشین. خب مصطفی جان، اگر گفتی اشاره کردی که به دختره کوتاه شیر خوندیم، بله اون رو به دفعه زمزمه کنیم. خب هر انسان به هر جایی که باشد باید احترام جایی داشته باشه، احترام زن مرد شده، احترام اینجا فرهنگ شده، هر رسم رواج شده. چی میشه که برای دختره کوتاه گفته بودی که اگر امروز و دخترکی کتگی های کتگی، چی چشمک های زیبا داری، چی چشمک های زیبا داری، مرا فراموش نکنی های نکنی، چی نازو چی ادا داری، چی نازو چی ادا داری. بله خیلی کم بود بگم خوب شد. سلامت باشین، تقدیمونم به شیر دخترهای شهری زیبای کویته. خود در آخر که ما متوجه شدیم یک دمره رزم اینجا بود، بله مثلا یه چی کار ما داره که گه دمره خواست بوده که همی هم نخی چوچه دمره باشه. ای هم چوچه از همی دمره هاست که من صدایی رو بسیار دوست دارم و ای به اصطلاح هنرمندا ای به سبکی یا به صدایی یا به امو کرجی به اصطلاح خانما میخوانه یا به اصطلاح هنرمندا به کرجی بس میخوانه، زیل به کرجی زیل میخوانه، باز اینا به کرجی یا به امو کرجی بم میخوانه. دیگه زیل و بم یک جایی میشه، باز که میگه صدایش زیل بم بود، یعنی صدایش مردانه و زنانه بود، باریک و قشنگتر بود. دیگه این صدای زیل داره. در کل دمبوره، زمانی دمبوره خیلی سبکای مختلف داره، یعنی هر هنرمندی که سری از این کار کرده و اونا به سبکای مختلف کار کرده، هر هنرمندم برای خودش زیبا کار کرده. مثلا استاد صفدر علی توکلی یا صفدر توکلی بسیار سبکای شیرین خوانده که او مربوطی تمامی هزار اجاز و فارسی زبانهای دنیا میشن و همون قسم سید انور استاد یک قسم دیگه کار کرده. همون قسم سبک مالستانی معمولا ای به سبک مالستانی ها زیاد نزدیک است که چون صدای زیل داره. باشه به خود در چی سبک مثلا بهتر آمد است؟ من بیشتر سبک های مالستانی رو دوست دارم چون که اقوام یعنی قوم غیوری هزاره رو دوست داره و خودم بیشتر از او میخوانم و ما بلدی از ما که ما خودم شخصا زیاد خواندم کشای همون سبکای اردو، ما در اردو خواندم، پشتو زیاد خواندم و همون رقم فارسی هزارگی به سبکای بامیانی، مالستانی و حتی یک سبکی که خودم تقریبا خودم نه همون سبکی که در ورزگان مربیج بوده چون من یک بچه ورزگانی هستم، باز به همون سبکا هم زیاد تلاش کردم خواندم. دیگه زیادتر که دوست دارم همین سبکای مادر مرزا یا سبکای مالستانی رو دوست دارم چون کمک شیرین دارست. سوال دیگر در زیر خلق شد جان زن زن که خصوصا شما هنرمندان چطور که یک هزارگی مست فعلا ندارین یا تولید ندارین که مثلا برای اتنگ باشد، برای دقیقاً ما میخواییم که از طریق این دریچه یوتیوب شما به تمام بیننده های خود بگوییم که خوشبختانه ما بعد از مدت هایی که
سر ازی بسیار تلاش داشتم و کوشش کردم سبکی که فارسی زبان ها یعنی مخصوصا هزاره های شیرین به این سبک ما خواندم که او شانه پرانک است و او دقیقا اتنگ است که او را شاید شما بیننده باشین در حدودی ماهی دیگه از چینل یوتیوب خودم به نشر میرسه تقدیم شما خوبامونم که او ما فکر نکنم که از این پیش به سبک شیرینی از آرگی کس به سبک آتن خوانده باشد و من این کار کردم این را خواندم دیگه تقدیمونم به تمام فارسی زبان و مخصوصا هزارای عزیز بله امزی خاطر که دموره سابقه شده بعضی دوستان من دموره از دموره فاصله گرفتم دقیقا و سبک سبت باید خصوصا شما هنرمندایی که دقیقا یعنی واقعا ای قدر یک حرفی خوب را شما اشاره کردین که من خودم خوشم آمد سبک غلیظ هزارگی یا به اصطلاح امو سبک دوی یا دیلوی ما و شما من سر از او کار کردم که کامپوزم خوشبختانه مال خودم است یک آهنگ کاملا شانه پرانک است که بعد از یعنی در یک تاریخ به احتمال زیاد به یک تاریخ یا به دوی تاریخ که به سال 2024 ما موریم اون نظمو چینل یا از چینل روزگار میدیا به نشر میرسه و او یک آهنگ سبک دیدو و کاملا شانه پرانک است دقیقا انشاءالله که منتظر هستم که در آینده و در هر حراسی من صفای شما گفتین و صدای شما باید باشه خوش دنبال از اون نباشم که دنبال صفای زیگر بگردم برای اتنگ و برای شانه پرانک قربانت و این کاملا یک پیام یک میسیجی بسیار عالی و یک سوال بسیار امیدوار کننده برای خودم است که شما هم به حیث یک فرد ای جامعه میخواین که ایر بلده مردم بگوییم که چرا ما باید سرچ کنیم که آهنگ یزارگی آتنگ ای بسیار گرد جالب است ای بسیار یک افتخار است و همه قسم فارسی زبان های عزیز در گوشه و کنار دنیا که است گرچن به تمام وجودیم به تمام فکر و وجودیم به هنرمندای پشتون احترام دارم احترام میگذارم و اینکه ما خودم هم مستحق از هستم که به زبان خود باید آتن باشیم بخاطر که ما خیلی در فضای مجازی در سوشل میدیا هستیم بسیار آوازخوان هستند در افغانستان ماشاءالله یک آوازخوان داریم دقیقاً در باره کس فکر نکرد که مثلا چرا ما در هزارگی آتن نکنیم چرا در هزارگی گرسن آهنگ گولی پودینه خود آتنگ نیست اما شبه آتنگ است دمی غی تا سر من آز نکو دل می دایم و گولی پودینه مرا از بام کو اشاره و گولی پودینه مرا از بام کو اشاره یم به سبک آتنگ است تقریبا بازم دقیقاً و آهنگ بعدی ما که مخصوصی آتنگ هزارگی جور شده و منتظر هستم نشر مونه بلیشون خب یک آواز از صدای از چی دم را نگشن خو از صدای زمین میخوای بشنوید خب دل بی دلی علی
دل تو چیا دل به دلی آره ای دل خورا پر کدوم دادوم دادستو وی درختی بدواری تو کلی آلای درختی بدواری تو کلی آلای درختی بدواری تو کلی در آخر برای بیننده های ما چه گفتنی داری؟ کارکنی نداری؟ خودم رشته خود بودیم تشکر شما در قدم اول که آمدین سراغ ما را گرفتین خوشحال شدم ما میخواییم که برای جوانا ای را بگوییم که عزیزا هنر بد نیست تلفن بد نیست کسی بد است که از او بد استفاده کنه تلویزیون بد نیست سهولت است کسی بد است که از او خراب استفاده کنه زیرا دنبوره بد نیست دنبوره اگر بد بودی فرهنگ شما را از او زمان تا این زمان را آورده برای جامعه تقدیم نمکرد این بد نیست کسی بد است که عملی بد داشته باشد دقیقا میخواییم برای شما جوانا بگویم که شما از هنرتان دور فرار نکنین از هنرمندتان به دور نباشین زیرا از فرهنگتان به دور نباشین فرهنگ خود دوست داشته باشین به خاطر که شما را یک مردم یک جامعه یک کشور از فرهنگتان باید بشناسن و برای جوانایی که نیو جنریشن مخصوصا در شهر کویته است میخوایم یک پیام بدم برایشان که خیلی دوست شما بسیار دوست دارم و کوشش کنیم که عمر خود را وقت خود را در پابجی در یک چیزایی که شما را وقتتان را زایمونه زایه نکنین به خاطر که امروز روزی است که شما باید رشد کنین پلتفرم‌های سوشال میدیا هست شما از این طریق باید آید داشته باشین شما باید خلاقیت داشته باشین که خداوندم آدمی خلاق را دوست داره من هم شما را دوست دارم و یکی در مورد مردم قضاوت کنین که کی بد است کی خوب است یعنی در مورد مردم قضاوت نکنین زیرا این وقت از شما را ضایع مونه بلکه از خودتان ضرر است در پایان میخواییم که مخصوصا این پیام ای گبیم برای دختر خانمای عزیز شهری کویته است بچه هایی که ما شما را مثل اولاد خود مثل برادر خود مثل اعضای خانواده خود دوست دارم میخواییم بلده از شما بچه ها بگم که کاری کنین که مردم شما را سیل کنه مردم به شما افتخار کنه مردم سرچ کنه که مهدی فلانی بلده از شما سرچ کنه کاری نکنین که شما سرچ کنین فلانی جوک فلانی 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 یعنی وقت خود ضایع نکن یک چیز را یاد بگیرین زیرا بهترین استاد امروز در پیش رویتان قرار داره در گوگل در یوتیوب کامیاب باشین سربلند باشین I love you all کویته والو سلام علیکم تشکر دوستان عزیز که تا این دم برنامه رو بیننده بودین ویدیو ما در بین خلاص میشه یا برنامه ما یا خداحافظ خیلی خوب مونده نباشید